کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم الاسلام کرمانی. میرزا محمد هاشم، ملقب به ناظم الاسلام کرمانی، یکی از آزادی خواهان و فعالین سیاسی دوران ناصری است که خود از نزدیک شاهد و ناظر رویدادها و حوادثی بود که نهایتاً منجر به ایجاد اولین مجلس ملی موسوم به مجلس مشروطه گردید. صفحه 124. برای میرزا رضا هم مشاورون الیهم این مجلس را تشکیل دادند، لکن تمام حاضرین این مجلس بادنجان بریان کرده و نان و نمک بود. فقط در این نقطه بود که طلب مغفرت برای میرزا رضا کردند. بلی، در سایر بلاد ایران در خانه های مظلومین و غارت شدگان و در دهات و قرا که آتش ظلم دیوانیان آنها را محترق و معدوم کرده، برای میرزا طلب مغفرت کردند. از حلقوم مقتولین ستم و ظلم و از قبور مقتولین و مظلومین و ستم دیدگان نیز دست مریزاد به میرزا گفتند. و نیز در ایران معمول است که یک سال بعد از مردن شخص، خیشان و وراث میت مجلس ضیافتی منعقد می‌دارند و طلب مغفرت برای میت می‌کنند و اطعام مساکین می‌نمایند. این مجلس را سال میت می‌نامند. سال میرزا رضا را مرحوم حاج شیخ هادی نجم‌آبادی گرفت که از امین الدوله دعوت نمود و در ساعت 5 از شب گذشته مجلسی که حاضرین آن 3 نفر بودند، شخص حاج شیخ هادی و امین الدوله و یکی از محارم حاج شیخ هادی، تمام آن مجلس را خود حاج شیخ هادی مهیا نمود که طبخ حضوری کرده بود و آن عبارت بود از یک چارک برنج گرده و یک سیر روغن و 2 سیر شیره و 3 عدد نان. پس از صرف غذا حاضرین طلب رحمت و مغفرت نمودند برای مرحوم میرزا رضا کرمانی. از نتایج این مجلس بود اقدام امین الدوله به افتتاح مدرسه رشدیه و ترویج معارف و تکثیر مدارس و مکاتب.
چون حالات قاتل را نوشتیم، مناسب این است که حالات مقتول را نیز متعقب بر آن درج نماییم. صفحه 125 فصل در بیان حالات ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران. تاریخ حالات و وقایع زمان ناصرالدین شاه قاجار را برای اینکه ترقی ایران در این اواخر و یا خرابی دربار ایران از این تاریخ شروع شده است، ناچار باید به طریق فهرست اشاره به آن بکنیم. و چون فاضل معاصر مؤیدالاسلام مدیر روزنامه حبل المتین به طریق ایجاز چند سطری درباره این پادشاه نوشته است، لذا ما این عبارت او را نقل و معلومات خود را ضمیمه آن می‌داریم. و همچنین در حالات مظفرالدین شاه هم عبارت او را که از روی بی‌غرضی نوشته است نقل می‌کنیم و آنچه خود می‌دانیم ضمیمه آن می‌سازیم. اما در شأن چهارمین پادشاه چنین می‌نویسد: در سال 1264 بعد از پدر تاج سلطنت بر سر نهاد. قبل از ورود موکب شاهانه به تهران، سیف الملوک میرزا پسر ذل السلطان به دعوی سلطنت برخواسته، پس از چند روزی زبون گردید. در آغاز سلطنت، سرجنبانان غالب بلاد هم سری جنباندند. از آن بعد، آشوب خراسان و فتنه سالار برخواست. و در سال 1266 به قتل سالار و پسر و برادرش خاتمه پذیرفت. سپس فتنه باب بالا گرفت و به قتل شاه برخواسته در مازندران و زنجان و تبریز بیش از سایر بلاد جویهای خون بیگناهان از حرکات نابکارانه جاری و چند سال امتداد یافت. در سال 1273 به سرداری شاهزاده حسام السلطنه عم پادشاه هرات مسخر شد. مجدد دولت انگلیس لشکر بحری و جهازات جنگی به خلیج فرستاده و همان بهانه اولیه خود را پیش نمود. از نکبت بی‌علمی دربار و خودخواهی میرزا آقاخان صدر اعظم، معاهده ملعونه پاریس بین ایران و انگلیس بسته شد و رسماً حق حاکمیت ایران از افغانستان مرتفع و حصه‌ای از خاک خراسان هم ضمیمه افغانستان گردید. یکی از مورخین در این موضوع چنین می نویسد: در یک قرن ایرانیان دو سهو بزرگ کردند که تلافیش آنان را محال است. اول ترک معاهده سوق عسکری با ناپلئون. دوم چشم پوشی از حقوق خود در افغان، آن هم در بحبوحه بلوای هند که انگلیسی ها به تسلیم حدود نادری به ایران حاضر بودند. در اواسط سلطنت یک اردوی بزرگ ایران به سرداری شاهزاده حمزه میرزا عم پادشاه زبون و اسیر ترکمان گردید. این پادشاه در عیاشی و کامرانی گوی مسابقت را از جد خود رو بود و خزائن معموره ایران را که در تمام عالم ضرب المثل بود به عیاشی صرف نمود. آنچه محقق است از آغاز تا انجام 183 زن اختیار کرد و بعد از رحلت شاهانه 6 پسر و 14 دختر به یادگار گذارد و 5 سفر رسمی و چند سفر غیر رسمی کرد و اضافه بر 100 کرور خزانه ایران صرف این مسافرت‌های بی‌معنی شد. یکی از مورخین این پادشاه را عالم بیعمل می نویسد. در 50 سال سلطنت آنچه تصدیق شده 83 مقابلات تجارتی و سیاسی و سرحدی و امتیازی با دول و اتباع خارجه بست. در جمیع آنها ایران مقبون گردید. 35 از آن مقابلات و امتیازنامه ها به قوت رشوت و اخذ پیشکش چشم بسته به سهه رسید که من جمله امتیاز رژی و بانک شاهنشاهی انگلیس و روسی و اجازه تعمیر راه‌آهن و شوسه که مزارش بر هر زیحسی پوشیده نیست. ممالکی که در عهد سلطنت این پادشاه رسماً از ایران موضوع شد از این قرار است: افغانستان تمام،
نصف از خاک خراسان، سیستان، قائنات، مرو، سرخس، مسقط و عمانات و ترکمان تمام، 173 قطعه از جزائر و سواحل خلیج فارس و 2 ثلث از بلوچستان و نیز به سرحدات آذربایجان و گیلان و مازندران و استراباد و کردستان هم از همسایگان خیلی تجاوز شده است. در ایام سلطنت این پادشاه اعظم خساراتی که به ایران وارد آمده شهادت میرزا تقی‌خان امیر نظام اتابک اعظم است که به اتفاق سیاسیون تالی مدحت پاشا و بسمارک و کلادستون بود و گناهی جز جلوگیری از حرکات بچگانه پادشاه و خیرخواهی مملکت و سلطنت نداشت. چنانچه اصلاحات مدت قلیله صدارت آن مرحوم در جمیع ادارات این نکته را به خوبی روشن می دارد و به قول لارد هیو اگر پیروی از خیالات عالیه این وزیر بی نظیر شده بود، امروز ایران تالی آلمان بود. چند جنگ های داخلی و خارجی مختصر در عصر این پادشاه شد که من جمله جنگ بندرعباسی و سید سوینی، امام مسقط و شیخ عبیدالله کرد و غیره می باشد که همه را ایران فتح نمود. کم کم شروع خرابی در اداره نظامی شد و گرفتن رشوه و فروختن نشان و لقب نظامی به هر طفل امرد و مردمان ناقابل شیوع یافت. امتیاز نشان و لقب و اعتبار فرمان و دستخط سلطنت در عهد این پادشاه در خارج و داخل از میان رفت. رعیت کشی، ملک فروشی و علانیه رشوه گرفتن و گروه گروه مهاجرت ایرانیان از ظلم و ستم به خارجه در عهد این پادشاه خیلی بالا گرفت. در 50 سال سلطنت یک قدم به جانب اصلاحات بر نداشت و برای اسکات ملت در سالی چند به صدور یک فرمان دروغین مردم را به خواب غفلت انداخت و 50 سال بهترین اوقات مغتنم ایران را به رایگان از دست داد. هر کس را که استشمام ترقی در او می‌نمود به قتل می‌رسانید. چنانچه نماند در ایران سرجنبانی که سرش را با سنگ استبداد نکوفت. هر یک از وزرایش که اندک قوت می‌گرفت فوراً او را ضعیف می‌ساخت. القاء ضدیت بین وزرا و درباریان شعار پلیتیکی شاهانه بود و خود را وارث اعظم جمیع متمولین ایران خاصه درباریان که می‌شناخت بود. بسا خاندان بزرگ که از ابواب سلطانی به نان شب محتاج گردید. مسافرت‌های اروپا به اندازه این پادشاه را مرعوب ساخت که هر خواهش نامشروعی را ادنا دول اروپا می نمود به اسم صلح پسندی تسلیم می کرد. از همه بیشتر مرعوب روس‌ها بود، بلکه در باطن خود را تحت حمایت آنها می پنداشت. حتی در مسئله ولیعهدی هم آنچه روس‌ها خواستند مجرا شد. به سعی میرزا حسین خان مشیرالدوله در ایام سپهسالاری که مشاق از اتریش آورد، نزدیک بود اداره نظامی ایران منظم شود. به اشاره روس‌ها، اتریشی‌ها را جواب داده، آن اداره عالی تبدیل به اداره قزاق شد. این پادشاه را خودنمایی و تلون مزاج به درجه کمال بود و به هر کاری اقدام کرد ناتمام گذارد. اداره پلیس دائر کرد، برخی کارخانجات دولتی آورد، صحبت از بعضی اصلاحات هم نمود ولی هیچ یک را به اتمام نرسانید. فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل. ابراهیم آبدار و علی اصغرخان صاحب جم را که گرجی زاده بودند بر جمیع شرفا و عظمای ایران برتری داد، بلکه برگردن همه حتی پسران خود سوار کرد. در ایران همه گونه مناهی و ملاهی در عهد این پادشاه آشکار شد. دشمن تعلیم و معارف و آزادی قلم و افکار بود. همی خواست ایران غلاف اصلاح بپوشد بدون اینکه حقیقتی در او پیدا شود. شعر نیکو می فرمود. پایبند به نماز هم بود. مجالس تعزیه را دوست می داشت. و
برخلاف پدر دماغش از خرافات صوفیه پاک بود. از مدایح خود خیلی مسرور می شد. خیش را دیپلمات جلوه می داد. از تاریخ بی اطلاع نبود. عربی و فارسی و ترکی و فرانسوی می دانست. در سلسله قاجاریه پادشاهی به این کمال بر نخواسته. 4 مسافرتنامه با قلم خود نوشته. غالب در سیر و شکار بود و نیکو تیر می انداخت. خطی شیرین داشت. به پولیتیک در سلب قوت علما خیلی کوشید. ولی مسئله رژی رشتهش را پنبه کرد. خوش ظاهر و بدباطن بود. هزاران نفوس بیگناه را فدای نفس و شهوترانی خود ساخت. خدمات صادقانه را اصلا منظور نمی داشت. مخلص کسی بود که راه مدخول اعم از مشروع و غیر مشروع به او می نمود. و الحق و الانصاف ایران به هر جهت برباد کرده اوست. این پادشاه به اندازه استبداد دوست بود که اگر عزیزترین فرزندانش سخنی در اصلاحات می راند از نظرش می انداخت و به خاک تیرش می نشاند. چنانچه در حق شاهزاده سلطان مسعود میرزای ذل السلطان فرمود هر کس را که راغب به طرف اصلاحات دید با خاکش یکسان ساخت. مانند میرزا حسین خان مشیر الدوله و حاجی میرزا علی خان امین الدوله و پرنس ملکم خان و سید الحکما سید جمال الدین که مدعوان به ایران آمده بود و و و. در سال 1313 در زاویه حضرت عبدالعظیم در حالتی که تدارک جشن سال 50 شاهانه دیده شده بود میرزا رضای کرمانی که از ستم دیدگان دربار بود به فتوای فیلسوف اعظم اسلام سید جمال الدین اسدآبادی الحمدانی که اولین خیرخواه با سیاست اسلام بود با تپانچه از پایش درآورد. رحمت الله علیه. پانویس: یعنی خدا رحمت کند میرزا را. ادامه متن. ناصرالدین شاه در شب سه‌شنبه 6 ماه صفر سنه 1247 هجری متولد شده در ذی‌قعده سال 1264 در تهران به تخت سلطنت نشست و در ذی‌قعده سال 1313 بدرود زندگانی گفت. آثار خیریه‌ای که در سلطنت او به شهود رسید: ایجاد مدرسه دارالفنون در تهران، نشر علوم عالیه، ایجاد مریضخانه و دواخانه، تذهیب گنبد مطهر سرمن رعا، ایوان طلای مشهد مقدس، تذهیب گنبد حضرت عبدالعظیم، ایجاد تلگرافخانه، ایجاد زرابخانه یا چرخخانه، ایجاد چراغگاز، ایجاد پستخانه، چرخ بخار در قورخانه، کارخانه توپریزی، بارودکوبخانه با چرخ بخار، کارخانه فشنگسازی، کارخانه چاشنیسازی، ایجاد دایره پلیس، سربازخانه ها در شهرها، نظم اساکر و ترتیب آنها، بنای قلعجات در سرحداد، بنای مجمع الصنایع، ترقی در نسج حریر و غیره، ترقی در شال کرمان، بنای ابنیه متعدده در بلاد و شوارع عام به جهت رفاهیت آبرین، ساختن راه‌ها در اغلب بلاد که غالباً مسالک صعبیه را سهل کرده، انکشاف بعضی از معادن، ایجاد مجلس شورای دولتی، تعیین وزارتخانه‌های مرتب و دارالطباعه و ایجاد روزنامه در ایران. صفحه 129. فصل. در بیان حالات مظفرالدین شاه قاجار. پنجمین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران رضوان. آرامگاه مظفرالدین شاه رحمت الله تعالی علیه. و اولین پادشاهی که در ایران اساس مشروطیت را نهاد.
در سنه 1269 متولد و در سال 1313 بر اریکه جهانبانی تکیه نمود. 6 پسر و 16 دختر به یادگار گذارد. و قریب 1 قرن به سمت ولیعهدی و فرمان فرمایی آذربایجان شناخته می شد. روس‌ها حسب العاده دیرینه رسوخ و نفوذ خود را از ایام ولیعهدی سخت در قلب این پادشاه جای دادند. در ایام ولیعهدی دعوی اصلاح خواهی و حریت پسندی می فرمود. اخبار ناصری هم در تبریز به تشویق شاهانه اشاعت یافت و قانون که ممنوع از دخول به ایران بود در لف پاکت به ایشان می رسید. دانشمندان به ملاحظه بیکفایتی ذاتی و عدم جودت طبیعی خصوصاً بعد از طغیان شیخ عبدالله و بروز آن درجه جبنیت امید خوشبختی به سلطنت ایشان نداشتند. در آغاز جلوس سخنان دلخوشکن پوک که دال بر توجهات ملوکانه به اصلاحات ملکی و نظام ادارات دولتی خاصه نظامی بود می فرمود. از این رو تا درجه‌ای توجه عامه را مبذول به خود نمود. خصوصا در سال 1315 که میرزا علی اصغرخان مطرود و میرزا علی خان امین‌الدوله به وزیر اعظمی انتخاب شد. اصلاح خواهان را تا اندازه‌ای امیدوار ساخت. افتتاح مدارس به وضع جدید و اشاعه چند اخبار در داخله قدری از ناامیدی ها را کاست. طول نکشید که در سال 1316 گرسنگان دربار وضع امین‌الدوله را منافی با منافع شخصی دیده دوباره امین‌السلطان را به روی کار آوردند و امین‌الدوله بدون از تهران سپس از ایران مهجور شد، در حالی که پسر و عروسش که دختر شاه بود همراه او بودند. بعد از ورود امین‌السلطان به تهران در سال 1317 اولین استقراض به دلالی میرزا رضاخان عرفاءالدوله با شرایط مشعومه استقلال برباد کن از روز شد. چندی طول نکشید، یعنی در اوایل سال 1318 بار مسافرت به اروپا بسته آمد و وجوه استقراض تمام صرف ملاهی و ملاعب شد. مردم ایران خصوصا تهران از این حرکات برآشفته، با اینکه ایران به رجال دربار سپرده بود، در غیاب پادشاه اهالی تهران در ظاهر بر آصف الدوله حکمران و در باطن بر خلاف دولت شوریدند. پادشاه در عودت به تهران بیش از پیش تهی‌دست ماند. همان سفر در پاریس یکی از مجذوبین عوالم مدنیت به شاه شلیک کرد، تیرش اصابت ننمود. مجدداً استقراض ثانوی در سال 1319 از روس شد و معاهده تجارتی ترکمانچای که به حال تجارت و صناعت امروزه ایران خیلی نافع بود باطل و عهدنامه جدید بسته آمد و سالی میلیون‌ها ضرر تجاری و صناعتی به ایران وارد آمد. گمرکات در مقابل قروز روس مرهون و بر حسب ایمای روس به ریاست بلژیکیان اداره گردید و گویا تجارت ایران کاملاً به قبضه روس درآمد. وجه استقراض ثانوی هم در مسافرت ثانی اروپا در سال 1320 تمام شد و در غیاب موکب همایونی شاهزاده شاه‌السلطنه نایب السلطنه بود. به طمع ولایت عهد بد سلوک ننمود. این حرکات ناموس شکنانه درباریان تشت از بام افتاده شد و ملت را در غیاب همایونی و حضور شاهانه به هیجان آورد. خصوصاً بعد از قتل میرزا محمود خان حکیم الملک در رشت که علما هم به صدا آمده بودند، تمام مفاسد را از میرزا علی اصغرخان دانسته در جمادی الثانی 1321 به ارتدادش فتوا صادر و عزل او را از پادشاه خواستند و فوراً معزول و از ایران مهاجرت نمود و شاهزاده عین‌الدوله به جای او وزیر اعظم مقرر شد و روزنامه حبل المتین را همان وقت به ایران طلب نمود.
این شاهزاده اول خوب پر کرد و آخر بدخیالی نمود. در سال 1323 باز تدارک سفر سوم اروپا دیده شد و این مسافرت در بحبوحه جنگ اقصای شرق و شکست‌های پی در پی روس از ژاپن بود و استقراض سوم هم گویا در چنین موقع تازگی به طریق خفیه از روس شد. در این سفر والا حضرت محمد علی میرزا که در آن زمان ولیعهد بود به قائم مقامی سلطنت انتخاب شد. با این همه در این سفر بیش از پیش آثار هیجان در مردم بلاد و اهالی دربار نمایان گردید. از آغاز جلوس همایونی هر وقت دربار دستنگ شد بقیه خلاصجات و جواهرات نادری و غیره هم به فروش رسید. و از این مبلغ هنگفت و 50 کرور قرض یک شاهی به صرف ملک و ملت و دولت نرسید. علاوه نیز سالی چند کرور از گمرک و مالیات و عوارض تازه بر رعایا تحمیل شد. سال 1324 در صدد استقراض چهارم از روس و انگلیس بودند. چون در آن ایام شورا منعقد بود، وکلای ملی ابا و امتناع نمودند. در همان سال ملت از بی‌اعتدالی دربار و بی‌انتظامی مملکت به سطوح آمده، بدون به پیشوایی حجت الاسلام از سیدین سندین، آقا سید عبدالله مجتهد بهبهانی و آقا میرزا سید محمد مجتهد طباطبایی مد از ذلهما به حضرت عبدالعظیم متحسن و سپس در مسجد جامع تهران و پس از قتل 2 بیگناه علما به معصومه قم رفته و عامه ملت به سفارتخانه انگلیس پناهنده برآمدند. تا اینکه در 14 جمادی الثانی 1324 پس از عزل عین الدوله فرمان مشروطیت صادر و در 18 شعبان همان سال رسما دارالشورای ملی منعقد و دولت ایران به جمیع دول مشروطه معرفی شد. در ذی‌قعده همان سال اولین قانون اساسی را در مرز موت شاه مرحوم میرزا نصرالله خان مشیرالدوله که به سمت رئیس الوزرایی شناخته شده بود به امضای شاهانه رسانیده با هیئت وزرا و درباریان به دارالشورای ملی آورد. این پادشاه زاید الوصف، ساده‌لوح، سهل القبول، متلون المزاج، مسخره و مضحک پسند، بدخلوت و با شرم حضور بود. امور سلطنت با میل عملجات خلوت با وزرای خود غرض اداره می شد. خلوتیان پادشاه گویا از پست فطرتان و پست نژادان و بی تربیت و بد اخلاقان انتخاب شده بود و از این رو وضع دربار ملاعبه بود. پادشاه شخصاً با آن همه تعلیم و تربیت دارای هیچ علم نبود و از اطلاعات سیاسی و تاریخی و غیره که لازمه جهانداری است بی بهره بود و از این رو معالبینی و عاقبت اندیشی حتی برای خود و اخلاف خیش هم به خاطرش خطور نمی کرد. چون این پادشاه را شخصاً قوه متصرفه در مهام امور جمهور نبود، اگر وزیری کاردان کافی او را دوچار می شد و خلوت او را صاف و پاک می کرد، رشته امور به این قسم ها از هم نمی گسیخت. در عهد این پادشاه در هیچ شعبه از شعبات دولتی و ملکی اصلاحی نشده، بلکه نسبت به ایام پدرش تمام خرابتر گردید. حکومات علانیه، حراج و القاب و نیاشین و فرامین به دست کهنه فروشان داخله و خارجه، آشکارا به معرض بیع می رسید. اعتبار دستخط و فرامین دولتی یک دفعه زایل گردید. یکی از مورخین در توصیف این پادشاه چنین می نویسد: آنچه را به زبان می گفت کلش خبر نمی شد. خیلی مایل به تقلید از پدر بود، ولی آن ماده وجودت را نداشت. یک مسافرتنامه هم نوشت. به تعزیه داری راغب معلوم می شد. در فن توپچیگری بی مهارت نبود، اگرچه مانند جدش محمد شاه موهوم پرست نبود،
ولی دماغش مانند پدر از خرافات صاف و پاک نبودی، شوق بسیار به گریه داشت و حکایات غریبه در این باب ذکر می نمایند. این پادشاه خیلی بزال و منتها درجه جبان بود. از اقتصاب اموال رجال و متمولین مملکت و قتل نفس برخلاف پدر اجتناب می نمود. جبنیت پادشاه عاقبت به حال ایران مفید واقع گردید که به یک جنبش ملی مشروطیه سلطنت را تسلیم نمود. این پادشاه عاقبت به خیر شد و در آخر عمر جلب نام نیک کرد و محبوب القلوب رعایای خیش بلکه عامه نوخواهان عالم گردید. از تمام اجداد خود معارف دوستر بود، به ترقی مملکت هم مایل تر بود، ولو اندکی هم از اقتدارات او کاسته می شد حرفی نداشت، مشروط بر این که به دلخواه هر گونه تصرف در خزینه بخواهد بنماید. در عهد این پادشاه آنچه رسماً از ایران کاسته شد فیضان رود هیرمند بود که در تصفیه سرحدی سیستان و افغان قطع گردید و عثمانی هم به دعوی سرحدی به خاک ایران قدری تجاوز نمود. بحرین علناً خودسر یا زیر بار انگلیس رفت. چند بندر و جزیره کوچک هم در خلیج فارس و برخی مقامات نیز در بلوچستان از ایران موضوع شد. امتیازات بسیار مضر به خارجه داد، من جمله تجدید امتیاز راه‌آهن به روس، بانک آلمان، حفر شوش کهنه برای آثار عتیقه به فرانس، معادن نفت قصر به انگلیس و غیره. اگرچه گفتگوی بعضی از این امتیازات در زمان ناصرالدین شاه شد، ولی اتمام و اجرایش در عهد این پادشاه بود. هرگاه چشم از همه اینها هم پوشیده شود، قبول شرایط استقراض که پنجه روس را به جسم ایران جای داد در اضمحلال این سلطنت کافی بود. در سال 1324 با نیکنامی تمام این پادشاه صافی درون خوش عقیدت ترک جان و جهان فرمود. انتها. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.facebook.com
فرهنگ فارسی.com مراجعه فرمایید.